انتخابات شهرداری ها در ترکیه شب گذشته به پایان رسید و نتایج حاصله حکایت از شکست حزب حاکم ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان دارد. ابتدا به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شهروندان ترکیه روز یکشنبه 31 مارس برای شرکت در انتخابات محلی و شهرداری ها در سراسر این کشور به پای صندوق های رأی رفتند. بیش از 61 میلیون شهروند ترکیه‌ای در این انتخابات واجد شرایط رأی دادن بودند و 34 حزب سیاسی در آن به رقابت پرداختند. بر اساس گزارش منابع دولتی ترکیه، میزان مشارکت در این انتخابات حدود 77% بود. این در حالی است که این میزان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 87% بوده است. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم ترکیه، شب گذشته در سخنرانیش در جمع همحزبی‌هایش در دفتر حزب عدالت و توسعه، شکست در انتخابات شهرداری‌ها را پذیرفت. اردوغان اما تأکید کرد که این انتخابات پایان راه نیست، بلکه نقطه تحولی است و برنده در این انتخابات دموکراسی ترکیه و مردم آن هستند. اردوغان افزود که ملت ترکیه با این انتخابات به وضوح پیام خود را به سیاستمداران رساندند. اردوغان همچنین گفت نتایج انتخابات شکست ما را نشان می‌دهد. با قلبی باز نتایج انتخابات را ارزیابی می‌کنیم و حساب و کتاب داخلی انجام می‌دهیم. اشتباهاتمان را تصحیح می‌کنیم و راه را درست می‌کنیم. رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم ترکیه ضمن بیان اینکه همیشه در کنار دموکراسی و صندوق رأی بوده ایم، تأکید کرد برنده انتخابات امروز در کشور دموکراسی ماست. اردوغان افزود همیشه در کنار دموکراسی و صندوق رأی بوده ایم. امروز نیز با همون احساس مسئولیت عمل می کنیم و قدرتی بالاتر از اراده ملت نمی شناسیم. آقای اردوغان امیدوار بود کاندیدای همحزبی او بتواند کنترل شهر استانبول را از رقیبش یعنی اکرم امام‌اغلو باز پس گیرد. اما آقای امام‌اغلو موفق شد پس از شکست تلخ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مجدداً جبهه مخالفان را به پیروزی برساند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که اصلی ترین حزب اپوزیسیون ترکیه کنترل خود بر شهرهای کلیدی را در انتخابات محلی حفظ خواهد کرد. هم استانبول و هم آنکارا پس از اینکه به مدت 25 سال در کنترل حزب عدالت و توسعه بودند، نهایتاً در سال 2019 به دست گروه‌های سیاسی مخالف افتادند. امام‌اغلو شهردار کنونی استانبول با پیروزی در انتخابات شهرداری ها در سال 2019 بزرگترین ضربه انتخاباتی دو دهه اخیر را به اردوغان و حزب مطبوع او یعنی حزب عدالت و توسعه وارد کرد. به نظر می رسد نتایج انتخابات دیروز ترکیه می تواند آغازی بر تغییرات سیاسی در ترکیه باشد. با این پیروزی امام‌اغلو به یک رقیب بالقوه برای اردوغان تبدیل شده است. اردوغان با یک مشکل دیگر نیز روبروست و آن هم افزایش حمایت ها از حزب تازه تأسیس و اسلامگرای رفاه نوین به دلیل موضع تند این حزب علیه اسرائیل در جریان جنگ غزه بود. برخی گزارش ها از بروز خشونت در برخی حوزه ها و کشته شدن 3 نفر حکایت دارند. مظاهر رئیس زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما هستند. آیه رئیس زاده، سلام عرض ادب. سلام وقت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون آقای رئیس زاده. شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری ها چه معنا و پیام سیاسی را در بر داره؟ آیا به معنی ضعیف شدن اردوغان و حزب حاکم است؟ بفرمایید. مسئله را من میخواییم از سالهای قبل شروع میکنم. از سال 2001 که آقای اردوغان با تأسیس حزب جدید سیاسی به نام عدالت و توسعه آغاز فعالیت های سیاسی میکنه و قدرت سیاسی را و اداری را در ترکیه به دست میگیره. در مدت 20 سال آقای اردوغان در مسیر این 20 ساله کوشش کرد که نظام سیاسی و اداری ترکیه را بر اساس رفراندوم ها و محاکمیت که حزبشان داشت تغییر بده و بیایه بسیاری یک نظام فرد محوری و تکرایی و یا ریاستی. در قبال از این با
خاصیت و شخصیتی که خود آقای اردوغان داره و اسلامگراست، در کشور ترکیه کوشش کرد جماعت‌ها و انجمن‌ها و فعالیت‌های مذهبی و دینی را بیشتر بسازه که مردم ترکیه در این انتخاباتی که دیروز در ترکیه برگزار شد یک نوع واکنشی را به آقای اردوغان نشان داده که آقای اردوغان مردم ترکیه یک مردم سکولار، مردم جمهوریت‌ها، مردم دموکرات و همچنین مردم لایق که نه سیستم تک‌گرایی را می‌پذیرند و نه سیستم فردمحوری و اینکه تو بیایی در مسیر 20 ساله خود بیایی مردم ترکیه را دعوت بکنی به اسلامگرایی و نهادهای تبلیغاتی اسلامی را شما تعقیب بکنید، ما مخالف از این هستیم. و یعنی من فکر نکنم که در ضعف آقای اردوغان نشان بده، بلکه آقای اردوغان در مدت کمپاین های انتخاباتی که اینا ائتلاف را ایجاد کرده بودند با حزب ملیتچی های حرکت ملیتچی ها و همچنان حزب رفاه نوین، حزب رفاه نوین در بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای اردوغان را ائتلاف ترک میکنه بنابر به خواسته هایی که دارند. البته آقای اردوغان را یک عکس العمل جدی و پاسخ جدی مردم برشان نشان داد که اگر تو به خواسته هایی که مردم داره و توجه نبکنی در انتخابات 2028 ما پاسخ شدیدتر نسبت به این به شما خواهیم داد. و این باعث میشه که آقای اردوغان با احزابش و با قابلش یک بیداری جدید را در مدت 4 سالی که در پیش رو دارن تا انتخابات آینده این را آگاه شوند و متکی به او حرکت بکنند. بله، اردوغان قول داد که اشتباهاتش را تصحیح کنه. آیا باید منتظر تغییرات در سیاست‌های ترکیه باشیم و این تغییرات چه خواهد بود؟ درست مردم ترکیه در آقای احزاب به اقتدار حزب عدالت و توسعه حزب حرکات ملیتچی ها این را دادن که شما برعکس خواسته های مردم عمل کردید. در طول 10 سالی که در ترکیه شکست های اقتصادی و ضعف اقتصاد در ترکیه به وجود آمد بر اساس سیاست های آقای اردوغان بود و همچنان در 6 ماه اخیر مسئله فلسطین به وجود آمد، مردم ترکیه انتقاد شدید را نسبت به آقای اردوغان و سیاستشان داشتند. خب این موارد باعث میشه که آقای اردوغان درسی را گرفته باشه از انتخابات شهرداری و انتخابات محلی که مردم ترکیه دیگه با ما نیستن یا با ما هستن و کم هستن و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری که 89% شرکت کرده بودن و در انتخابات شهرداری و یا محلی 70% شرکت میکنن، این به این معناست که امو همراه ها و اعضای حزب آقای اردوغان شرکت نکرد. این دقیقا نشاندهی میدید که اعضای حزب آقای اردوغان و پشتیبان های آقای اردوغان در انتخابات کم شرکت کرد. اما در جانب دیگه حزب جمهوریت خلق، حزب آقای اتاتورک، اینا به نسبت به کارهای آقای اردوغان انتقاد شدید داشتن و اشتراک جدی را دیروز نمایش داشتن و در پایان ایشون خیلی از اعضای حزب آقای اردوغان هم در رسانه های محلی و رسانه های بین المللی میگفتن که ما دیگه با آقای اردوغان نیستیم بر اساس سیاست هایی که داره. و من امیدوار هستم که پاسخ مردم در پای صندوق های رای آقای اردوغان را متوجه اشتباهات خودش که به قول خودش هم گفته بیره متوجه بسازه و در آینده سیاست های خود نسبت به در اقتصاد کشور، نسبت به سیاست کشور، نسبت به اجتماع و فرهنگ دولت ترکیه و همچنان جایگاه بین‌المللی تغییر بده. بله آقای دکتر، در بررسی نتایج انتخابات دیروز ترکیه جایگاه علوی های ترکیه را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. تشکر. البته یک چیز واضح بسازم که جایگاه مذاهب در انتخابات ترکیه شاید از بیرون از ترکیه کمی متفاوت‌تر دیده شود، اما وقتی در داخل ترکیه زندگی بکنید و این انتخابات شد و سایر فعالیت های سیاسی را وقتی که تعقیب بکنی به این معنا به این نتیجه میرسه که علوی ها و سایر مذاهب شافعی و مسیحی ها و یا کسای دیگه ای که هستن، ارمنی هایی که هستن و حنفی هایی که هستن، اینا در انتخابات یک نوع چی دارن؟ تفاوتی نظر دارن. مثلا در آنکارا علوی ها از حزب آقای اردوغان حمایت کردن، اما در استانبول ما متوجه داشتیم که آقای اکرم امام‌اوغلو از حزب خلق جمهوریت اپوزیسیون آقای اردوغان حمایت کردن. در کل
علوی ها در ترکیه تقریباً 25 میلیون نفوس داره و 30% نفوس ترکیه تشکیل میده و اینا در همیشه در ترکیه در بود سیاسی و جایگاه سیاسی همیشه مورد نظر سیاست مدارا بوده. ولی بر اساس تاریخ گذشته که اینا در قرسیم توسط آقای اتاتورک داشتن، اینا کوشش کردن که باز هم خود در قبال در پهلوی حزب آقای اتاتورک بگیره، اما در این بعدا میبینیم که تمایل بیشتری به طرف حزب آقای اردوغان داره و بیشتر میخواین از اون طرف جدا شوند به حزب آقای اردوغان بیاد. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا همراه ما بودند.